سرخط برنامه های این ساعت حکم حکومتی خامنه و تحلیلی از مهدی فلاحتی و مناظره نامزدهای نهایی دو بال نظام در سیرک انتخابات با شرط اعدام به ایران دیلی خوش اومدید اینجا جایی که میتونید به روزترین و جنجالی‌ترین اخبار و تحلیل ها رو دنبال کنید هدف ما اینه که شما رو در جریان همه رویدادهای مهم قرار بدیم و با هم دربارشون گفتگو کنیم تا شاید قدمی هر چند کوچیک به سوی آزادی میهن برداریم لطفا لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بگذارید هر لایک شما کمک به آگاهی رسانی بیشتر به سایر هم میهنان میکنه سپاس که همراه در همین ابتدا بخش کوتاهی از برنامه صفحه آخر با گزارش مهدی فلاحتی رو ببینیم من. وقتی حاکمیت اسلام به وجود آمد روح اسلام که حالا عرض خواهم کرد تحقق واقعی پیدا خواهد کرد روح اسلام امامت است امامت یکی از مراتب مهم شعون انبیاء الهی است یعنی پیغمبران هر کدامیشون یک امامند دارای مقام امامتند مقام امامت برای پیغمبران از مقام رسالت بالاتر است میگه ما رسول نیستیم به ما وحی نمیرسه که اون وحی و اون پیام الهی رو به قول خودش به مردم بگیم برسونیم رسالت نداریم ما امامت داریم ما امامیم که مقاممون از رسول بالاتر است چرا؟ اون کاری که امام راحل و ملت ایران در این برهی از زمان برای ایجاد انقلاب اسلامی انجام دادن همه برای همین است که امامت متکی بشود به حاکمیت سیاسی و این منتهی بشود به اینکه زیست اسلامی در جامعه گسترش پیدا کنه خب یعنی چی؟ یعنی چون دین رو تبدیل کردیم به ایدئولوژی برای کسب قدرت سیاسی و بر تخت ولایت نشستیم و شدیم امام مقاممون از مقام پیغمبر بالاتره چون دین و از عرصه خصوصی عرض کردم اووردیم به عرصه عمومی اسمش هم گذاشتیم جمهوری اسلامی حالا این امام که البته سلطنت و ولایت مادام العمر دارد در واقعیت بریزید دور این پرت و پلاهایی که به اسم قانون مجلس خبرگان رهبریشون میگن خبرگان رهبری میتواند نمیدونم هر وقتی این بابا که الان داشت حرف میزد مثلا لایق نیست عوضش میتونه بکنه یکی دیگر وزیر جاش شون. امام حاکمه و تا آخر عمر امامه مثل خمینی که بود مثل خامنه که است این به معنی پیشواست پیشوار که عوض نمیکنن در فرهنگ سیاسی امروز به معنای رهبر یک نظام فاشیستی با ایدئولوژی مذهبی این امام توصیفی که از جمهوری داره همون حرفای چوپان برای گوسفندانه همین امام مناظره نامزدهای نهایی دو بال نظام در سیرک انتخابات با شرط اعدام دو نامزد نهایی مرحله دوم انتخابات نمایشی ریاست جمهوری شب گذشته توی مناظره تلویزیونی شرکت کردن و بار دیگه تصویری از عمق نگاه سرکوبگرانه مقامات حکومت رو به نمایش گذاشتند. همین امروز از انتخابات میرم کنار به شرط اینکه این 8 درصد رشد بده اگه نداد اعدامش کنن <applause> مسعود پزشکیان نامزد اصلاح طلبا که تلاش میکنه چهره میان رو و غیر تند رو ازش به نمایش گذاشته بشه به رقیب خودش سعید جلیلی گفت حاضر از انتخابات کنار بره اما اگه جلیلی نتونست رشد 8 درصدی رو تحقق ببخشه اعدامش کنن معتقدم حکومت جمهوری اسلامی میخواد درست بشه باید دستور حضرت علی علیه السلام رو بزنن جلوشون طبق اون عمل بکنن درود بر در شما شعارم ندن برنامه, برنامه رو برنامه ای که دولت نوشته و به قول شما مجلس نوشته پایبند باشن نگن هشت که... 8 درصد پیشا پیش که... بگن این غلطه این الکیه بنده... این بنده ما جلوتر از شما اعلام کردم سیاست حضرت... مسعود پزشکیان و سعید جلیلی شامگاه دوشنبه توی مناظره تلویزیونی حضور پیدا کردن این مناظره دو نفره صحنه‌های دیگه‌ای از حد و نگاه عالی رتبه ترین مقامات جمهوری اسلامی رو به نمایش گذاشت. این, این آدم هایی که میگفتن محقق بشه اتفاقا ما معتقدیم درسته و جهش نیست و همین رو درصد در جلو چشم این مردم اعلام میکنم همین امروز از انتخابات میرم کنار به شرط اینکه این هشت این درصد رشد بده اگه نداد اعدامش کنن یعنی حرفی که میزنه روش واسته یکی از مهمترین بخشای این مناظره جمله‌ای بود که مسعود پزشکیان درباره ادعای اقتصادی سعید جلیلی مطرح کرد و برای اون شرط اعدام گذاشت. رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی یکی از چیزهایی بود که تو برنامه هفتم توسعه روش تاکید شده. مسعود پزشکیان تو تبلیغات انتخاباتیش بارها گفته که به این برنامه پایبنده و میخواد همون سیاست هایی که علی خامنه ای تعیین کرده رو بدون تغییر اجرا کنه. ما قرار نیست سیاست جدید رو در کشور اعلام بکنیم. سیاست های کلی مقام معظم رهبری مشخص است. و نهایتا کاری که دولت محترم در گذشته بر اساس کارشناسی انجام داده تبدیل به قانون شده در این رفت و برگشت ها ادامه داره و طبیعتا هر دولتی که بخواد بیاد باید اون برنامه که نوشته شده رو در جهت اون سیاست های کلی اجرا کنه تو حوزه اقتصادم گفته که میخواد سیاست های خامنه ای رو ادامه بده اما وقتی نوبت به رقیبش سعید جلیلی رسید که همین حرفا رو تکرار کنه تو مناظره دیشب گفت رسیدن به رشد 8 درصد غیر ممکنه بعد وقتی جلیلی اصرار کرد که باید به برنامه هفتم توسعه پایبند باشن پزشکیان به مجری مناظره گفت من همین حالا انصراف میدم اما اگه این نتونست رشد 8 درصد رو محقق کنه اعدامش کنه. عجیب اینه که گذاشتن شرط اعدام به جای آوردن استدلال درباره اینکه چرا رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصد امکان پذیر نیست با حمایت گسترده افراد و رسانه های حامی پزشکیان روبرو شده بدون اینکه اشاره کنند که اعدام تو نظام جمهوری اسلامی چقدر عادی و پیش پا افتاده شده که حتی تو مناظره انتخاباتی هم به عنوان تهدید و کنایه مطرح میشه این رو به عنوان جمله طلایی پزشکیان تو مناظره ارزیابی کردند. نامزد اصلاح طلبا مسعود پزشکیان شهروندان معترضی رو که تو سالهای گذشته با دست خالی به خیابون اومدن و جوابشون از دولتهای اصلاح طلب و اصولگرا گلوله و کشدار بود مثل بقیه همکیشانش اختشاشگر خطاب کرد. گفت اگه با مردم درست حرف بزنیم دیوونه نیستن که اختشاش کنن من وزیر بودم کارمندان اعتراض کردن رفتم بین معترضا و گفتم مقصر منم اگه راه حرف زدن رو درست کنیم مگه دیوانن که اختشاش کنن باید دانشجو رو قانع کنیم نه اینکه اخراج کنیم بنده وزیر بودم صد اعتراض کردن کارمندان من نشسته بودم های یه طبقه پایین تر دیدم این بچه های حراست این ورور می که صدا در نیون گفتم چی شده دارید اینجا گفت ها هیچ چی نیست اینا دادم. گفتم هیچ چی نیست بر چی اینا داد میزنن گفتن ها حقوقشون دادن گفتم خود چرا ندید گفتم برم پایین تو نمازخونه بشینن رفتم پایین گفتن اینجوری پول پول ما رو ندادن گفتم مقصر منم من باید پول شما رو میدادم از خواهی کردم رفتم دنبال کار زندگیشون برای که من مقصرم پول کار من رو چرا ندید میدونید مملکت کی درست میشه یک با هم دعوا نکنیم دو به قانون عمل کنیم با هم دعوا به قانون عمل کنیم او چی که قانون گفته رو اگه مجبور حق داره بیاد اعتراض کنه یا قانون رو عوض کن یا وقتی قانون اون حق داره اعتراض کنه چرا جلوش گرفتی برای که به اختشاش تبدیل نشه چه اصلا کاری دارید اگر ما راه حرف زدن بذاریم او دیوونه از اختشاش کنه ما وقتی جواب نمیدیم وقتی به اینجاش رسید بالاخره آدم دیگه از سیاهی بالاتر رنگی کنی حامیان مسعود پزشکیان در حالی با راه انداختن تبلیغات جلیلی حراسی سعی دارند چهره میانه رو ازش نشون بدن که اون شب گذشته درباره فیلترینگ گفت باید فیلترینگ برداشته بشه اما استدلالش نه حق آزادی جامعه در دسترسی به اینترنت و گردش آزاد اطلاعات بلکه برای راحت تر کنترل و رصد کردن شهروندانه آیا واقعا قائل به هیچ محدودیت نیستید این رو توضیح بفرمایید و اینکه چگونه در تمام دنیا در مواقع خاص محدودیت های دارن. اینجوری نیست نده ولی اینکه ما اون موقع رو بگیریم الان که هیچ مسئله نیست فیلترینگ بذاریم برای مردم و پشت سرش مردم برن یه دو دکون درست کنن فیلتر شکن بخرن بیشتر از اینترنت دارن پول فیلتر شکن دارن میدن مردم خب بر چه دارید این کارو میکنید اون گفت وقتی مردم از فیلتر شکن استفاده میکنن نمیشه اونا رو پیدا کرد و موقعیتشون مشخص نیست کجا هستن ولی اگه فیلتر شکن نباشه میتونیم نظارت و کنترل کنیم چرا جلو این کسانی که فیلتر شکن ها رو میفروشن نمیگیرن تازه این آدمایی که فیلتر شکن میخرن بچه ها به فضاهایی میتونن وارد بشن که در حالت عادی اینا اصلا نمیشه وارد شد و در زم غیر قابل کنترل هم هست حالا فیلتر شکن که میدن تو حتی موقعیت هم نمیتونی پیدا کنی کجاست ولی وقتی در, در اختیار سیستم راحت میتونی مدیریت کنی کارتو انجام بدی کمک بکنی و نظارت بکنی مشارکت پایین تو انتخابات هم از مواردی بود که تو مناظره شب گذشته بین دو نامزد مورد بحث قرار گرفت. مسعود پزشکیان گفت مشارکتی که صورت گرفت نگران کننده است. قابل قبول نیست که 60 درصد مردم پای صندوق نیان. مسعود پزشکیان علت نیامدن مردم پای صندوق رأی و بازی ندادن اونا از سوی حکومت ارزیابی کرد و گفت وقتی حقوق انسانها رو نادیده بگیریم نخواهیم صداشون رو بشنویم خیلی از خواسته های اونا رو خودمون براش تصمیم بگیریم و لغو کنیم طبیعیه که نباید انتظار داشته باشیم بیان پای صندوق و به ما رأی بدن نه با تازه فهمیدین این در حالیه که خودش از همون اول گفت که زوب در رهبره و هرچی رهبر میگه انجام میده سعید جلیلی در این مورد گفت مشارکت هایی که تو انتخابات اخیر و دو سه سال اخیر انجام شده کاهش داشته باید دید چرا کم شده <applause> تازه میگن باید دید چرا کم شده خودشونو به نفهمی میزنن این نفهما و یکی از برنامه های مهم دولت من اینه که مشارکت مردم روز به روز جدیتر و مؤثرتر تو اداره کشور باشه آره و شکمتون مسعود پزشکیان تو مناظره دیشب یه سری جملات خوشایند برای مردم آماده کرده بود تا بگه خیلی از چیزایی که پزشکیان گفت مسائلی نبود که جلیلی بخواد جواب بده بلکه مسائل مربوط به ماهیت و سیاست های کلی حکومت بود که رهبر جمهوری اسلامی و همه مقامات اصلاح طلب و اصولگرا توشون شریک جرم خامنه ای هستن چون اون میگه و اونا اجرا میکنن پزشکیان تو بخشی از مناظره گفت قرار بود ما تا 1404 اول بشیم تو منطقه مگه غیر از اینه خب چی شد شدیم خب بگیم اون دولت ها مقصرن دولت فلانی مقصره دولت این یکی چی آیا دولت ها طبق برنامه ای که خودشون نوشتن عمل میکنن لیس ال صادقین ان صدق ما عدل از صداقت ما خواهم پرسید آیا صادقیم در این گفتارمون آیا مردم همه برای ما مساوی در برابر قانون آیا ما با اونا مثل بچه های خودمون مثل حزب خودمون مثل جناح خودمون برخورد میکنیم نامزد اصلاح طلب ادعا کرد تمام دنیا تو مواقع خاص محدودیت برای اینترنت دارن اما نه برای ایام عادی الان مردم بیشتر از اینکه برای اینترنت پول بدن برای فیلتر شکن هزینه میکنن و تازه اون فیلتر هم دیگه محدودیت و کنترلی ندارن تموم خدمات و آموزش به اینترنت وصله نمیتونید بگید تو یک قفس میخوایم زندگی کنیم و اینترنت نداشته باشیم ما دیگه کاری داریم میکنیم مردم رو از زندگی داریم ساقت میکنیم اعتقادم بر اینه نباید این کار رو بکنیم تازه این فیلتر شکن ها بیشتر از خود اینترنت مردم دارن پول فیلتر شکن میدن اون کی این پولا رو میخورن به کی دارن این پولا رو میدن چرا مالیات هم نمیدن خود تحت نظارت دولت باشه که هم مالیات میده هم پولشو میده هم تو میتونی نظارت کنی هر وقت هم دلت خواد میتونی قطعش بکنی در مواقعی که حالا مسائل امنیتی یا هر چیزی که هست اون ادامه داد اگه فضای بازار رو باز کنیم که رقابت به وجود بیاد اون وقت میتونیم بگیم ما هم میایم کار میکنیم و تولید میکنیم نه اینکه یک قفس دور خودمون درست کنیم و بعد بگیم شما باید همین که ما تولید میکنیم رو بپذیرید مسعود پزشکیان که تا حالا هیچ برنامه مشخصی تو حوزه اقتصاد نداده تو نقش معترض ظاهر شد و ادامه داد چه بلایی سر مردم آوردیم با این خودروهایی که تولید کردیم مردم مجبورن از خودروهایی استفاده کنن که از کارخونه به خونه نرسیده دوچاره مشکل میشه یعنی همه ی این مشکلاتو الان فهمیدین بابا دمتون گرم دنیا داره الان به سرعت داره یعنی اینکه یه کشوری همه کار رو خودش بکنه این دیگه زمانش گذشته جانمایی کنید در اون چرخه اشکا همون اون بعد چرخه در اون رو... چرخه شما جای خودتون رو پیدا کنید چرا ما الان تو ماشین مشکل داریم گفتیم آقا ما خودمون تولید میکنیم چه بلای سر مردم آوردیم با این ماشینایی که داریم تولید میکنیم و بعد بنزین رو در مثلا 100 کیلومتر 20 لیتر مصرف بکنه بعدم بخوایم از این بعدم بگیم گرونش میکنیم مگه میشه خب ما اگه بازار رو باز کنیم یه رقابتی به وجود میاد اون وقت میتونیم بگیم ما هم میایم کار میکنیم نه اینکه بیایم قفس دور خودمون درست بکنیم و بعد بگیم این چیزی که ما تولید میکنیم شما باید همینو بپذیرید و خب طبیعتا این نکته درستی است شما باید این چرخه رو باز کنید همه باشن اما جانمایی کنی برای درسته. اقتصاد خود این در باید... اونجا شما هم جایگاه این درست ولی ما داریم میبندیم کلن یعنی ما داریم کاری میکنیم از چرخه به تکنولوژی در دنیا داریم خارج میشیم اینو باید در نظر بگیریم ولی همون پشتیبانی که آیدو هم تو داخل باید تقویت بکنیم سعید جلیلی هم تو جریان مناظره تلاش کرد اتهاماتی که مسعود پزشکیان و هوادارانش بهش میزنن و زیر سوال ببره اون در انتقاد از کارزار انتخاباتی پزشکیان که هواداراش اونو به طالبان تشبیه میکنن گفت نمیشه انتخابات تموم نشده به چند میلیون نفر بگیم شما طالبانید خب چیزی که ایان است چه حاجت به بیان است مردم باید در این مباحث مسئله خودشون رو ببینن نه اینکه هنوز چی نشده اشاره کردم مثلا در همین هفته اومدن مردم ما در یه فضای بسیار مردم سالاری دینی حرفا رو شنیدن اومدن رأی دادن هنوز انتخابات بستان نتیجهش اعلام نشده ما بیایم به ده میلیون نه میلیون جمعیتمون بیان کنیم که شما طالبانی این مثلا آیا این کمک میکنه؟ اون همچنین به سیاست های کلی جمهوری اسلامی تو زمینه های مختلف از اینترنت تا برجام پرداخت و تو بخشی از حرفاش وقتی مسعود پزشکیان برای جلب رأی زنان به برخورد با اونا به دلیل حجاب در خیابون اشاره کرد این موارد و مباحث هاشیهی خونده جلیلی تو بخشی از حرفاش به مسئله هستهی هم اشاره کرد و گفت آژانس 15 بار گزارش داد که ایران همه تعهداتش را انجام داده پس مانعی نداشته نتیجهش چی شد طرف مقابل کلا خارج شد مسعود پزشکیان پرسید تو ایران کی برجامو و کرد و جلیلی جواب داد بعد از اینکه اونا خارج شدن میخوام بگم که کسی مانع اجرای اون نشد تو فضای سیاسی ممکن نظرات مختلفی مطرح بشه یعنی این که میگید فقط گفتگو کنیم یه چیز بدیم یه چیز کجا بگیریم این که اومده هیچ یه روزی میگفتیم آخه به اصطلاح چی میگن تحریم نعمته تحریم کاغذ پولی <applause> <applause> هست حالا میدم. میگیم بلا سرونه <applause> <applause> سعید جلیلی تو بخش دیگه ای از حرفاش به FATF پرداخت و گفت تو FATF توافق کردید و چهل یک بند رو امضا کردید که ما این همکاری ها رو با شما داریم. کشورهای دیگه هم امضا کردن. اکثر کشورهایی که این توافق همکاری رو با FATF امضا کردن اینطور نیست که همش رو انجام داده باشن. ما بررسی کردیم یک کشور اروپایی نصفش رو هم هنوز انجام نداده. شما شروع میکنی و تک تک اینا رو انجام میدی. اون هنوز میگه من اینا رو قبول ندارم تا زرگ همشو انجام بدی میگه گام بعدی که باید برداری چیه برنامه ما در همین سیاست خارجی که شما سوال میکنید دقیقا همینه که شما نباید معتل سه تا قدرت بشید دویز کشور وجود داره شما برای همین روابط بانکی برای روابط اقتصادی باید اقتصاد ایران جانمایی پیدا کنه بتواند جای خودش پیدا کنه باید تلاش کنید روز به روز فرصت های جدید رو کشف کنید اون همچنین مدعی شد نگاه ما اینه که ما محدود و بسته به یک گوده محفل نیستیم و همه ایران سرای من است و همه مردم باید مشارکت کنن <applause> آخه یه آدمی که هیچ یه اداره رو اداره نکرده چطور تو میتونه سازمان اداره کنه حتی نابغه باشه این از نظر علمی غیر ممکنه ممکنه ها میایم خرابش میکنیم از نظر علمی نمیشه یه آدمی رو ابتدا بیاری رئیس یه سازمانی بکنی که اون سازمان داره نکرده من اتاقا ویژگی اینه که اول کارمن بودم معاون داره بودم رئیس اداره, 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 اداره بودم مدیر, می مدیر می کل بودم معاون وزیر بودم دبیر شورا امنیت بودم بنده یک دفعه نمیمدم در یک جا قرار بگیرم خب از خب پایین ترین سر از کارشناسی معاون رئیس اداره مدیر کل اینا هم در یک چند روز هر حال این روند نبوده 18 سال طول کشید تا من از کارشناسی رسیدم به خب اون خب جایگاه خب بنده اداره امریکا بودم بعد مدیر کل بودم اونجد... بعد معاونت اروپا خل... امریکا بودم در همون زمان میلیارد ها دلار قرارداد با همین امریکای لاتین بسته میشد که شما که این همه دوستان شما بیان میکردن که بله ما میرویم با سه تا قدرت مسائل رو حل میکنیم نه می و نه کسانی که مدعی بودن پزشکیان بر اساس اون اعتقادی که خوبه دارم, خوبه دارم, دارم در چارچوب به دستور ام. امام حضرت علی علیه السلام معتقدم حکومت جمهوری اسلامی میخواد درست بشه باید دستور حضرت علی علیه السلام رو بزنن جلوشون طبق اون عمل بکنن تو پایان مناظره هم سعید جلیلی و مسعود پزشکیان دو نامزد نهایی سیرک انتخابات در شرایطی که مثل همیشه همدیگر رو به خیانت دروغگویی بی سوادی و بی ارزگی متهم میکردن هم دیگر رو در آغوش کشیدن. و حلالیت طلبیدن سپاس که تا اینجا با ما بودید امیدواریم که این گزارش نظرتونو جلب کرده باشه اگه خوشتون اومد لایک کنید و نظرتونو برامون بنویسید هر لایک و نظری که میذارید به ما کمک میکنه تا بهتر بشیم و بهتر دیده بشیم تا بخش بعدی بدر